همون بریم به جایی که انتظار دونالد ترامپ میکشه، نیویورک، جایی که همکارم مریم رحمتی از مقابل برج ترامپ با ما همراه شده. مریم، پلیس نیویورک اعلام کرده که آماده است برای این دادگاه، این جلسه استماع که داره برگزار میشه. بسیار هیاهو دربارش زیاده. به هر حال اولین رئیس جمهور آمریکاست که حالا چه در دوران خدمت چه پس از اون با اتهامی کیفری مواجه میشه. دقیقا همینطوره نیوشا، همین موضوع باعث شده امروز تمام رسانه‌های داخلی و جهانی اینجا بیان و این خیابون بزرگی که اینجا هستش رو کلن بگیرن و منتظر دونالد ترامپ باشن که به همین ساختمون پشت سر من برسه. دونالد ترامپ امشب رو در همین ترامپ تاور خواهد گذروند و فردا صبح خودش رو تسلیم نیروهای امنیتی و دادگاه نیویورک خواهد کرد و طی مراحل خواهد شد، از او گوشنگاری و عکس برداری خواهد شد و بعدا هم جلسه استماع او برگزار خواهد شد و وکلای دونالد ترامپ تیم حقوقی او اعلام کردند که او در این دادگاه از خودش دفاع خواهد کرد و خواهد جنگید. موضوع مهمی که وجود داره نیوشا این هست که کیفرخواست دونالد ترامپ هنوز رسانه‌ای نشده و افکار عامه هم در مورد اتهاماتی که در این کیفرخواست به او وارد هست چیزی نمیدونن. تیم دونالد ترامپ هم اعلام کردند که بعد از منتشر شدن کیفرخواست دونالد ترامپ و تیمش آماده هستند تا در مورد همه اتهامات در این دادگاه از خودشون دفاع بکنن. در مورد لایه‌های امنیتی بذار بگم نیوشا، امروز چند لایه امنیتی در نیویورک در نظر گرفته شده، همچنین برای فردا که دونالد ترامپ خودش رو تسلیم خواهد کرد. تیم پلیس مخفی آمریکا قرار هست حفاظت دونالد ترامپ و تیمش رو به عهده بگیره. پلیس نیویورک خیابان‌های اطراف ترامپ تاور، برج ترامپ رو به عهده خواهد داشت. پلیس نیویورک در مقابل دادگاه حضور خواهد داشت تا اگر هواداران یا مخالفان دونالد ترامپ بخوان تجمعی انجام بدن بتونن امنیت رو تامین بکنن. تیم خونسا کننده بمب هم حضور خواهد داشت برای هر گونه مورد احتمال مالی دیگر. یک تیم امنیتی مخصوص هم در نظر گرفته شده برای الوین برگ، قاضی این دادگاه، و همچنین هیئت منصفه که این کیفرخواست رو صادر کردند در نقاط مختلف آمریکا مثل فلوریدا و واشنگتن دی سی. هم گفته شده بیش از 30,000 نیروی پلیس برای امنیت در نظر گرفته شدند، به خاطر اینکه دونالد ترامپ در هفته‌های گذشته از هواداران خودش خواسته بود که به خیابان‌ها بیان اگر که دونالد ترامپ بخواد که دستگیر بشه. ولی تیم حقوقی دونالد ترامپ دوباره اعلام کردن که از دونالد ترامپ خواسته شده که در طی مراحل این دادگاه و جلسات مختلفی که برگزار میشه، دونالد ترامپ از طرفداران خودش، هواداران خودش درخواست تجمع اعتراضی و برگزاری اینجور تجمعات رو نکنه. به هر حال ما اینجا منتظر هستیم، جایی که رسانه‌های زیادی حضور دارن، تا دونالد ترامپ تا ساعات دیگر که گفته شده تا 12 ظهر خواهد بود به اینجا برسه. ممنونم از توضیحاتت. همکارم مریم رحمتی از مقابل ساختمان دونالد ترامپ در نیویورک با ما بود. میدونم که این خبر رو دنبال هم میکنی، در بخش‌های بعدی خبر با تو همراه خواهی شدم.